آبی کاملا از عملکرد شاگردان مظلومی انتقاد کرد. صحبت کن در مورد موندن یا رفتن آقای مظلومی. لازم اینکه پیام بگیرم بعضی از فیلم ها خواهند که توسط تلفن ها بعد تلفن ها راهشه دارن. به کلاف سردرگمی از دستهای پشت پرده و شیوه که عجیب و غریب رد و بدل سوخت می‌رسید. بودن روزانه بین 3 تا 9 میلیون لیتر بنزین قاچاق. به نام خدای وفادار به اهل هموطنان سلام، عصر شما بخیر. من با خبرنگاران جوان دوشنبه 30 فروردین ماه را تماشا می‌کنید. دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید. پیچیدن دوباره بوی بنزین در پرونده‌های قاچاق سوخت، تجارت سیاهی که به دلیل اختلاف قیمتش در داخل و خارج از کشور هر از گاهی در پرونده‌های قاچاق سوخت سوختگیری می‌کند. میگویند قیمتش اگر پلکانی شود از پله‌های هر خودرو دقیق قابل اعمال به نظر ما با یک برنامه‌نویسی کامل ما میتونیم اینو اجرایی بکنیم. کمک می‌کنه بخش زیادی در بخش اول یا سال اول در این محاسبات سیو بشه و صرفه‌جویی بشه در میزان سوخت در کشور. تغییر قیمت حامل‌های سوخت به ویژه بنزین در چارچوب قانون دیده شده و میبایست قیمت داخلی بنزین به قیمت‌های جهانی نزدیک شود. تو قانون هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی که شده بود این بود که در عرض 5 سال این تفاوت قیمت با بیرون به حداقل برسه. ما برسیم به 95% قیمت FOB و یا تحویل در بنادر خلیج فارس که این مزیت عرشبت که تفاوت قیمت کم بشه که اینقدر انگیزه ای قاچاق وجود نداشته باشه. ماجرای تغییر قیمت به همراه اما و اگرها در مورد بقای کارت سوخت روش‌هایی است که می‌خواهد سوخت داخلی در باک خارجی ریخته نشود. قبل از اجرای طرح استفاده از کارت هوشمند سوخت و مدیریت مصرف، حدوداً روزانه بین 3 تا 9 میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شد. داریم با سوبسید وارد میکنیم و در اختیار مردم قرار میدیم. از اون طرف بعضی از افراد همین سوخت رو برمیدارن و به صورت قاچاق به خارج کشور صادر میکنن. وقتی سرنخ ماجرای قاچاق سوخت رو دنبال کنیم، به کلاف سردرگمی از دستهای پشت پرده و شیوه های عجیب و غریب رد و بدل سوخت میرسیم. داشتیم صادرات روغن ولی گازوئیل پر میکنن به جاش. حتی گزارشی ما در صداد مبارزه منفاس اقتصادی داشتیم که لوله رو تا دم دریا برده بودن و لنج ها در همون داخل. رام های مختلفی اعلام شده به جای اعلام واقعی اون مقداری که داره صادر میشه چندین برابر اون رو در واقع بارگیری میکنن و کم اعلام میکنن. به اصطلاح عمده ترین پرونده همین پرونده قاچاق گازوئیل به امارات بود که الان هم در دادگاه ماهشهر در دست بررسی است. حالا امیدوارم بالاخره اینو دادگاه یه حکمی که متناسب با میزان جرم هست صادر بکنه و سریع هم عملیاتی به اجرایی بکنه. این روزها آمار و ارقامی که از قاچاق حکایت می شود با شعار اقتصاد مقاومتی در تضاد است. در همین راستا گامی بلند و برنامه‌ای جامع برای مبارزه با قاچاق از جمله قاچاق سوخت احساس می شود. شما همراه ما هستین در با خبرنگاران جوان 30 فروردین ماه. در قدم بعدی همکارمون آقای صادقی سراغ یک ماجرای سینمایی رفت.